با نام خدا شروع کنیم. امروز بحث اینه که یک مقداری شما رو آشنا کنیم با اینکه این مسائل رو فرمولا بتونید در اکسل هم استفاده کنیم و در انتهای مباحث به نت پرزنت ورد یا نت پرزنت ولیو اشاره میکنیم. نت پرزنت ولیو یا نت پرزنت ورد کارش اینه که همونطور که توی جلسه قبلی گفتم در انتهای جلسه قبلی اینه که میاد کل اون فرآیند مالی رو برمی‌داره، به جاش پی می‌ذاره، یعنی که به جای اون که همه اون محاسبات و فرآیند رو داشته باشیم یک فرآیند داشته باشیم پی نت پرزنت ورد. و نحوه محاسبات شو باید بر سه چهار مسئله اومده اشاره کرده که با هم یکی یکی چک می‌کنه. خب بحث این که گفتم روش سعی بر ارزش فعلی آینده سالانه و یک مقداری مسائل پیچیده‌تر اشاره خواهیم کرد که سریای یک نواخت و گرادیان و اگه هندسی هم توش داره که بگم و بعد جدال نقدی، یعنی مثلا شما یه پی داری سال صفر یه پی داری سال دو اما فرآیند مالی مثلا 10 ساله یه. اون پیه تو سال دو میشه اف برای سال دو، یعنی با F باید بیاد به P برسه، با فرمول F بیاد. حالا تو مثال میگم که خیلی راحت تر بتونید نگاه کنید. اگه اولین سوال ناکن این یک سوالیه که میخواد پیش رو حساب کنه. چطوری پیش رو میتونیم حساب کنیم؟ ناکن این از سال تا سه سال اول هیچ فرآیند مالی نداشته، از سال 4 هفت تا چند؟ 13 درست شد؟ از 4 تا 13. خب حالا پی کجا قرار میگیره؟ اگه دقت کنید قبلا ما میگفتیم تصاعد حسابه انوال کارت باید از چه سالی شروع شد؟ از سال 1 تا کی باید باشه؟ تا سال آخر. این اما از سال 1 شروع نشده. خب چی میشه؟ الان اصلا یعنی سال 1 و 2 و 3 اصلا هر چی هضم شده به کنار، اصلا هیچی انجام نده. هیچی سال 1 و اونجه سال 4 تو فرمول چه اتفاقی میفته؟ متوجه شدید الان مشکل کار کنید؟ خب این الان میرم چی داری گذاشته تا بعدون به اصلا همینطور اومده گفته که بعد اول اف رو حساب کنیم. خب بعد یا گفته میتونه بر اساس فرمول اف به آ رو ببری آخر، یعنی کجا؟ سال 13 باری کردم. ما رابطه داشتیم دیگه بین اف و آ رابطه داشتیم. حالا با این مشکلی که الان میخوریم این چیه که این فرمول آ نمیتونه استفاده بشه اف به آ؟ چرا؟ چون سال 1 و 2 و 3 عدد پس این یک مشکلیه که ما اینجا الان گیر میکنیم. 3 سال هیچی نداریم، از سال 4 عدد داریم. این همین توضیحاتی که گفتم الان اینجا نمیشه. حالا بدهیم من تون شکلش اگه داره که از بس شکلش توضیح بدم. همون توضیحاتی گفتم اشاره کنده بذاریم همون شکل رو من نگاه این چیزاشون نمیشته. من اگه اون مسئله رو بخوام حل کنم ببینید من بخواد یک از اون چیز نخونیم گفتم که حالا بیاییم من همونتونی الان رو همین شکلی براتون این داخل این یک شکلیه که من باید حلش کنم دیگه. من اینو به چند حل روش میتونم اینو حل کنم. یکی این که بیا اینجا یه پی بذارم. چی؟ حالا میتونم پیلو این ولی بذارم که بتونید بگید که سب. به این میگم پی چی؟ آ. برای این پی آ
میتونی من بگین که اینش چنده؟ سیزده منوی سه باری کنده میشه چند؟ ده اینکار اینجا میشه صف یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده. پس من باید یک پی حساب کنم به چه سالی؟ ده و سود بانکیه مثلا 14% حالا هر چی سودی بانکی داده بعد این میشه پی اینجا. اما این پی با این پی اینجا با چی؟ فرق میکنه. یه بار بعد این پی رو حساب کنی بهم میگم پی آب. یه بار بعد اینو بیاریش اینجا پی کل میشه این براش میشه اف. خب طول چقدر الان؟ سه. طول رابطه افمون میشه طول ان سه و سود بانکی. اون وقت میاد میشه چی؟ پی پی. این پس یک راه بود. این شد نت پرزنت ولیو. این همه را آوردم اول. یه بار میتونم ببرم چی؟ آخر. اگر اینو بخوام ببرم آخر میتونم اینجا یک اف بذارم به طول چقدر؟ به طول ده تا باز با اون فرموله چی؟ بیارمش اول پی رو با 13 بیارمشی تبدیل به پیش کنم هر دوش یکی پس به چند روش حل شد؟ دو روش. حالا همین داری جواهد توضیح داده ناکنین یه بار گفته با چی؟ آیو چند سال؟ ده سال. این تبدیل انگار به پی سی میشه که من اونجا گفتم اونجا میتونی چی؟ فرض کنید اف. بعد که اومدیم به سه رسیدیم حالا از اونجا با اف سه سال و مقدار پی که اونجا حساب کردیم میاد اول. اگه نفهمید با دیگه توزید حالا بخواییم بریم تو مسئله نگاه کنیم. باید یک مثال انده چیزی شکلی باشه تا بیاد این یک سوال دیگه داشته. ببینید این چیکار کرده. گفته از سال 3 میخواییم 500 دلار پرداخت کنیم. درسته؟ به مدت چند سال؟ 6 سال. بعد قیمت اولیش هم چیه؟ 5000 تا. نرخ بهره هم چی داده؟ 8%. بعد حالا گفته پی توتالمون چی میشه؟ پی آ رو باید حساب کنیم. خب پی آ چطوری حساب میشه؟ این پی آ برای محاسبه پی آ آ رو نیاز داریم، آی رو نیاز داریم و ان رو نیاز داریم. آی شنگه آی هشته ان دوی منهای هشت میشه چقدر؟ شیشتا که اینجا ناکنیم گذاشته صفر یک دو سه چهار پنج و آر هم که داریم 500 تا. پس این پیه حساب میشه. اما این پیه که اینجا نیست که بتونم با این جمع و کمش کنم. پیه کجا نیست؟ پیه دو سال دویه. دو سال چی نیست؟ صفر. بخواد بیار دو سال صفر با چه فرمولی میاد؟ درست نیست سوالم چیه؟ اینجا با رابطه F میاد. این برای این دو سال فرض میکنیم چیه؟ یه اف. برای محاسبه پی اف به چی نیاز داشتیم؟ به اف نیاز داریم. ببخشید رابطه به پی اف به اف نیاز داریم با آی نیاز داریم و طولش. طولش چقدر؟ طولش هشت. نه دیگه دو میشه. آها دو. اینجا دو. اینجا میشه دو. بعد میاد به اینجا بعد اینو با این که جمع بکنیم میشه پی توتال. حالا ببینیم چی کار کرده. ناگهان این شیش رو حساب کرده. خب با پی آ بعد از پی آ من گفتم دو سال یک دو سال هم میاد آخر. حالا ببینیم چی کار. ناگهان این رابطه شد. اول اومده گفته چی رو حساب کرده؟ پی آ. این فرمولش گفته اگه توی اکسل هم بذارید اینجوری محاسبه میشه. یعنی همه این محاسبات شما توی با اکسل هم انجام بده. این
کسی که پاورا رو درست کرده اینا همه از تو اکسل هم براتون گذاشتیم. خب بعد که حالا پی آ رو حساب کرد اومد پی آ تو کجا؟ اف شد اف برای پی آ اگه این رابطه اف ایه پی اف ایه نکنیم سود تو دشتقه شد؟ دو سود بانکی 8% این میشه پی چی؟ پی اون آه که اومده کجا؟ اول حالا اول هم یک 8000 تا چند زار داشتیم؟ 5000 تا اول 5000 تا با این عدد بالا میشه چی؟ 6000 خودی حالا سوال اینه که کدوم مثبت کدوم منفی؟ کدوم هر دو انگار چی؟ منفیه حالا چون هر دو منفی به سمت پایینه ما هر دو چی؟ مثبت در نظر گرفتیم تو منفی چرا؟ چون همه به سمت پایینه دیگه وقتی پایینه یعنی منفیه اما چون توی این منفی ها خود پی منفیه و بایدش هم منفیه باید که در نظر کنه اما وقتی شد عددش مثلا 6900 به سمت چی؟ پایین در کل پایین ردیف نکته ای سوالی اگه باز همین مثلا سه قسمت شد جدا جدا حساب میکنی میشن F برای اون اولی بعد باید میشن F حالا این باز اینا هم توی اکسل هم گذاشته یعنی با این رابطه قشنگ توی اکسل اف و آی اینا رو توی ستون میذارید ایناش هم میذارید قشنگ خودش محاسبه بکنه براتون. خب که ان پی رو گفتم دیگه چیه ان پی گفتیم چی؟ نت پرزنت ولیو یا نت پرزنت ورث میگن یعنی دبلیو هم نشون میدن برای وقتی که همه پی ها رو بیاری کجا؟ اول این همین کاری که الان توی مسئله قبلی کردیم این که همه پیار آبادیم کجا؟ همفر این همین کاری که میده خب این الان باید مثال هم این فکر کنم اومده اکسرا رو نشون بهتون توضیح داده گفته از چه تابعی استفاده کنید و به تیدون محاسبات رو توی اکسر انجام بدید یعنی این توضیحات رو بخونید قشنگ توی فایل تو مسئله اکسل میتونید محاسبات انجام بدید که میاد به ماشین حسابتون نداره حالا اینا رو که رفتیم توی اکسل این توابع رو تعریف کردیم که انجام شد حالا بیاییم یک مثال اگر این داره باید براتون حملش کنم گفته بود اینا هم باید هیچ فرقی نمی کنه اعدادش و اینا حالا یک مثال دیگه گفته یک راه حل دستی رو با هم چک بدیم یک راه حل چی؟ اکسل رو خب چی گفته حالا؟ گفته کالیبراسیون مجدد فلان حساس سالانه چقدر؟ پس هر سال بعد گفته چی؟ اگر دستگاه برای هر یک از 6 سال از 3 سال بعد از خرید مجدد کالیبر شود سری نواخت معادل 8 ساله را 16% در سال محاسبه کنید باید اول فرآیند مالی رو بکشید هندسیش کنیم دارم؟ نه اگه ضربه هندسی میشه نه میگم هندسی شکلش هنده شکل فرند مالی میدیسیم یاد میگن جایان نه خب ببینید چیکار کرده خمده شکلش رو برم اونجا ببینید چی بوده 8000 تا سالانه تا اینجا قبوله؟ گفته برای هر یک از 6 سال از 3 سال بعد از خریداری شده پس ما کنیم 0 1 2 3 حالا 6 تا خط 1 2 3 4 5 6 مجدد کاری خب تا اینجا قبوله؟ حالا گفته اگر بخواید به جای اینکه آقا 3 سال کالیبر نخواد همه 8 سال کالیبر بخواد پس چی شد؟ این بارو 3 سال هم جز بهش میشه باری کنم گفته حالا چی کار کنیم؟ اون پولی رو که بخواییم همه هر سال بدیم چقدر میشه؟
متوجه شدیم چیکار کنیم. یعنی که الان ما باید 8000 تا رو یه بار ببریم اول، میشه net present value رو حساب که کردی، بعد میتونه همون رو مستقیم روی همه پخش کنی. باز با فرمول چی؟ پی رو داری، آ رو نداری، آ رو حساب میکنی. بیاید ببینیم چی کرد. حالا گفته دو تا کار میتونی بکنی. یه بار میتونی آقا بیاری با پی پخش کنی، یه بار هم میتونی با اف پخش کنی. حالا با کدوم راحت کنی؟ این رو حساب کنیم. چرا اف کل راحت تره؟ چرا پی راحت تره؟ گفتن ها سوال چیه؟ من میخوام به این شکل برسم، از این دوتا برم یا از این یکی برم؟ از اف خیلی راحت تره. چرا؟ یک کار چون مثل مسئله قبلی بود، ما حساب میکرد میبره و میزن میشد اف قسمت اول. الان نکته میخوام بدونم که با اف بریم چند مرحله محاسبات داریم، با پی بریم چند مرحله محاسبات داریم. با اف چون اون ستای اول انگار چیز میشه، از این ور شروع میشه دیگه انگار. با اونا رو انگار برات دست میدی به مرحله محاسباتون کم میشه. کدوم میشه؟ اخر چند مرحله میشه؟ خب اینو با پی دو مرحله میشه. با پی سه مرحله میشه. سه مرحله میشه. با اف ولی دو مرحله میشه. چرا؟ چون ستای اول دیگه نیاز نداره چیزا شما. ما با اف رو بخوایم حساب کنید چیکار میکنید؟ این طولش چند تا؟ 6. درسته؟ n 6 i 16 f حساب میشه. میشه f چی؟ a. حالا i 9 رو بخوای چیکار میکنی؟ میشه f رو تبدیل به i 9 میکنی. تمام. اما اگه با پی بخوای بری حل کنی، اول باید f رو بدست. نه اصلا این f رو نمیخواد. اول این پی تی رو، پی a رو که حساب میکنی خودش میشه f. بعد این اف رو بعد ببری باید به پی کل تبدیل کنی، بعد پی کل رو پخش کنی. ببینید چیکار کرده. اومده اول از روش پی رفته، خب گفته من پی رو با 6 سال آوردم اول سال انگار چی؟ 2. درسته؟ اول سال 2 آوردم شده 6 و 16. سال 2 رو بردم تو سال 0 مبلغ شده اینقدر. حالا اون مبلغ رو تو سال 0 میام پخش میکنم تو سال چی؟ 80. اینو تبدیل به 80 کرد. شد حالا آی هر سال برای 8 سال مداوم 5043. یعنی به جایی که ما 8000 تا بدیم از سال سوم به بعد، میتونیم 5000 تا از سال چی بدیم؟ هم فهم. اما حالا آمده از اف حساب کرده، گفتم که این از اف بخوام حساب کنم چیکار کرده؟ ها باز خود اینو 5000 تا اینو که حساب کرده رفته افش رو حساب کرده. خب از اف اون اومده باز نوعت رو آره حساب کرده، گفت اینو با هم یکیه. اما اینجا شما میتونستین که این 5000 ها این از همین گذاشته، انگار کاری کرده اون کار قبلی که من میگم نکرده ها. اگه کار قبلی که من گفتم میکرد باید چیکار میکرد؟ انگار دوباره کاری. آره این انگار خود مثلا یک بار رفته تا آخر بعد از آخر اومده چکش کرده. یعنی که بیام شکل قبلی من بهتون بگم چیکار کرده. تو این شکله ببینید، تو این شکله اومده پی کل رو حساب کرده، از پی کل آ رو حساب کرده، تموم شد مسئله. حالا گفته اگه پی کل رو داشته باشم آ حساب میشه دیگه. حالا از آ اومده اف رو حساب کرده، یعنی از این آ اف رو حساب کرده. برعکس ها،
یعنی مثلا از دو حد دو روش حل نکرده، از مثلا از یک روش حل کرده، فقط چک کرده ببینید که آقا عددش درست در میاد نه. واضح شد؟ شاید احتمال داره که اصلا این روشی که گفتم مثلا از دو روش کردن، شاید اون باز تو جلسه چهارم باز ارائه بشه که بجای که مثلا از اول همه رو بیاریم ببریم من از آخر پخش کنم. این هم که گفتیم. ها این هم رفته باز فایل اکسلش رو قشنگ به ترتیب انجام بده. این کار رو به نظر من انجام بدیم که اکسلتون هم خوب بشه و محاسباتش هم راحت میتونید انجام بدید. حتی اگه امکان داشت بشه سعی در امتحان مثلا لپتاپتون میتونید بیارید با اکسلتون اونجا مسئله حل کنید. خیلی کمک میکنه، سرعت محاسباتتون رو خیلی میبره بالا. به شرطی که اول بتونید فرآیند مالیش چی؟ بکشید. تو فرند مالی کشیدن خیلی نکته مهمیه. خب بریم حالا باید جلو تر بریم. باز اومده گفته که برای یک سری محاسبات بیاییم حالا چک کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. گفته یک شرکت مهندسی مالک 50 هکتار که مهم نیست در حال انجام چی؟ 6 و 16 سال از زمان کلونیست. حالا گفته شرکت مهندسی به شرکت معدن پیشنهاد کرده سالانه چقدر؟ 20,000 تا. درسته؟ به مدت 20 سال از یک سال آینده به اضافه 10,000 تا در 6 سال آینده و 15,000 تا در 16 سال آینده به پردازه. خیلی ها؟ فرندی رو باید بکشی هم اصلا اگه فرند مالی رو نکشی دیگه محاسبات همه چی؟ حلکی. پس چی شد؟ یک 6 داره، یک 16 داره. خب و از زمان کنونی هم چی؟ 200,000 تا. خب 20,000 تا. خب حالا بیاین ببینیم سود بانکیش هم گفته چی؟ 16%. ببینید چیکار کرده. از الان تا 20 سال چقدر؟ 20,000 تا. توی سال 6 10,000 تا. تو سال 16 15,000 تا. گفت داره پیش حساب. این یک مثال، این کار سنگینه دیگه، اونا همه رو توضیح دادیم یواش یواش. الان یک مثال واقعی رو از نظر دیدگاه مالک اومدیم بررسی. حالا اگه رو بخواییم حرف کنید به چند چطوری باید حرفش کنید؟ پی تیمون چند تا پی باید حساب کنید تا بشه پی تی؟ ست. چطوری؟ تو پی اول باید حساب بریم وسط رو پی؟ نه از آخر باید یه پی میکنم اول مثلا اول فرض کنید الان این یه پی میده به ما به نام پی چی؟ آ این یک پی میده که انگار خودش با رابطه چی؟ اف. این هم یه پی میده با رابطه چی؟ اف. این پی با رابطه اف سال شن باید باشه؟ 6 منهای 20. خود 6 هست. 6. این اف چنده انش؟ 16. تمام. سه تا پی رو با هم جمع کنیم میشه پی چی؟ توتال. بیاین ببینید که چیکار کنیم. ببینید چند تا پی گذاشته؟ یه پی اول مال چی؟ 20 سال با سود 16. درست گفتم؟ بعدی اومده چی؟ اون اف رو پی رو با از اف آورده کجا؟ اول اینش؟ 6. بعدی 16 با هم جمع کرده شده سال 24,000 تا اگه همین الان بده. به جای همه اون فرآیندها میتونه چیکار کنه؟ اون قبلی از آخر میرفت و اول میگم مثلا از آخر افارس ها میده این ندیر از آخر بازه؟ اگه میخواییم باز یک مثال دیگه گفته گفته شد باز نفت و گاز شرکتش بعد یک شرکت معدن داره سالانه چقدر؟
200 هزار که همون داره 20 هزار همون بود یکی دیگه همون فکر آره دیگه 10 هزار یا 15 هزار از یه روش دیگه بازم نه دیگه اول نکه اولی نکه پیرا بوده اول ها نه دیگه الان همون نمیده فرمولا شنگار نوشته رو حالا در آخر اومده گفته که بخواییم ببریم حالا به F تبدیل کنیم چی میشه یعنی ببریم باید آخر حلش کنیم آه مثل سری خب چی میشه؟ خیلی شکلشو باید میگرم اینجا که ببینیم خودش گذاشته دیگه یعنی اومده اول این آورد این ها این همون سواله با این تا این یه سوال قبلیه این به شرط که از 3 سال بعدش شروع بشه یعنی 3 سال اول اومده چی؟ آش و صفر کنه اینجا باید منها اناش رو انگار به دست بیاره یه انش رو منها یه پس این سال قبلی با این تفاوت که اون 3 سال اولش پس شده خب پس بهتر کنیم که شکلش رو بیاریم همینجا این از آش اف رفت از روش هست این سوال بوده این هم شکلشو بذاریم اینجا ببینید که چی درمیاد خب گفته اول اینا رو خواسته حالا پس سوال اینه اطلاعاتی که ازت میخواد اینه سری سوالانه در تمام 22 سال ارزش F تو 22 سال سری سالانه در 10 سال اول سری سالانه در 12 سال گذشته به دیگه کامل مسئله را مدل‌های مختلف شد اومده اینجا بررسی کرده حالا بینید که اولی حساب کنیم اول گفته که ما چی میخوایم ارزش آینده رو میخوایم ارزش آینده این چطوری حساب میشه؟ یکی این بود که بیاریم پی رو حساب کنیم بعد پی رو تبدیل به چیکار کنیم؟ F که این گفتیم چی؟ طولانی تر میشه راحت ترین کار اینه که این 3 سال اولش رو بندازیم دور یک گراف انگار 2 سال اولش رو یک گراف F رو حساب کنیم یعنی اون Nمون میشه چی؟ 20 22 بوده میشه چی؟ 20 انگار مثلا اینجا 6 رو باید از 20 کم کنیم باری کم از اینجا این انگار میشه سال 0 سال 0 تا اینجا میشه چی؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 میشه N 6 این یکی بار این هم از 22 کم کنی میشه 16 با N 16 و این هم N چی؟ 6 این دوتا رو میاری اینجا این هم آیه با آیه چند باید میاریش؟ آیه 22 میشه آیه 20 با این 20 همه رو که آوردی F میشه F کن برای بیاید ببینیم که تو شکل چکار کرده اول اومده همه رو تبدیل کرده به A یعنی برده کجا؟ اول مثلا خب اول این A رو آورده چند گذاشته؟ 16 و 2 این کدومه؟ ببینید آقا اینجا اومده گفته 16 و 20 میتونی بگه 16 و 20 کجا میاد؟ تو این شکله 16 و 20 میشه این آ یعنی این خطای ثابت برداشته میشه میشه پیش بعد که این پی رو حساب کردین
رابطه F و دو سال میاد چی؟ اول. بعد که این پی رو حساب کردید باید این پیرم بیارید، این پیرم بیارید. چند تا میتونیم بشمایید چند تا رابطه شد؟ چند تا محاسبه شد؟ این خودش یکی میاد اینجا، این میاد اینجا میشه چند تا؟ دوتا. این میاد اینجا، بعد میاد اینجا، چهارتا. این میاد اینجا، میاد اینجا. یک راه دیگه‌ش هم اینه که همه رو یک باریکی بیاری اینجا، بعد از اینجا یک رو برشو عقب. گرفتش نشد؟ حالا این میاد یکی، این میاد دوتا، این میاد سه‌تا، این هم از اینجا میاد اینجا میشه چی؟ چهار. اگر بخواد بیاری اول میشه چند تا؟ چهار تا پی حساب میشه. اگر از آخر بخواد؟ حالا این میاد آخر یکی، این میاد آخر دوتا، این میاد آخر سه تا، سه رو با یک رابطه میتونی بیاری اینجا، بعد میشه چهار. نه اگر بخوای پی رو داشته باشیم فرق نمی کنه، اما اگر افش کافی باشه کمتر. این هم نحوه محاسباتش. ناکنید 20 آورده با به سال دو باز ضرب داره دو کرده، دو اینش رو ببینید این فرمولشه، ضرب داره این فرمول کرده برسیده به سال یک. بعد 10,000 رو آورده با رابطه F به سال شی دو. اینو کجا برده؟ هم یک راست آورده اول، نیازی نبودش اینجا، من گفتم نیازی بیاد اینجا، نیازی نیست، مستقیم خودش میتونه بیاد اینجا. چرا؟ چون F F تبدیل به P وسطش هیچ خطی نداره. یعنی که اگر الان بخواییم این P رو از با این روش که نمیشه حساب کنیم، یه بار آش میاد اینجا، میاد این روش اولیه داره، این هم میاد اینجا دوتا، سه تا ببخشید، این هم میاد اینجا چهار تا. این میشه پیشو حساب کرده. ببین نخوان 20,000 تا را بوده، ضرب داره رابطه افه کرده، بعد پی رو به اف تبدیل کرده و آخرم اون 15,000 تو سال 16 رو آورده چی؟ اول با چهار تا. این خودش رو گار ما دوتا حساب کردیم، این هم یکی، این هم یکی، چهار تا. حالا گفته اگر که بخواییم حالا اینو ببریم آخر، افش هم تو آخر حساب کرده، یعنی هم از هم پی حساب کرده هم هم چی؟ از اف راحت‌تره دیگه. اومده نشونده. حالا گفته اگه بخواییم فقط تو 10 سال اول پول پرداخت کنیم سالیانه، با پی کل رو داری با این 10 پخش میکنه، یعنی از سال 11 دیگه پرداختی وجود نه. خب باز گفته اصلا از سال 11 به بعد پرداخت داشته باشه، باز برای اینکه اینو پرداخت کنی از سال 11 به بعد حتما نیاز به چی داری؟ F داری، F رو داری، A رو نداری، این طول رو داری، میذاری A رو حساب کرد. بعد باید گفته همون رو میتونید چی؟ با دیاگرام با اکسل هم حلش کنید. خب میمونه محاسبات. حالا اگر که بریم توی اون گرادیانه، یعنی محاسبات حسابی اول، ما الان هر چی گفتیم چی بود؟ آ بود. حتما سعی کنید خونه 3-4 تا مسئله اینجوری حل کنید. این که مسئله حل نمی کنید و میاین نظر من خیلی سلام ببینید. و پیشنهادم اینه که اصلا برای حل مسئلهتون باید یک بارون مشخص کنید که هر هفته یک مسئله دو سه تا مسئله حل کنید، بیاین تحویل بدید. اینم کار خوبیه، من فکر میکنم که به یادگیریتون خیلی کمک میکنه. اصلا اون دانشجوهایی که باز خواستن نمره کلاسی داشته باشن این کار میتونن انجام بدن. اما فقط خواهشم اینه که هر هفته تا هفته بعد وقت دارید، دیگه خیلی نباشه که باشه همش آخر تیم برام بیاد. حالا ببینیم یک مثال گرادیانه ببینیم چطوری میشه. استاد ببخشید.
برای حضور اومدم. من صبح اومدم. من چند لحظه دیگه کارم تموم میشه. گفته حالا یک شرکتی هستش 8 ساله بعد میانگین هزینه‌اش 4 سال اول $100 بعد گفته به طور مداوم $50 در هر واحد برای هر یک از 4 سال گذشته افزایش پیدا میکنه. پس چی شد؟ انگار ثابت یک چیز داره افزایش پیدا میکنه. گفته باید سود از فاکتور پی جی ارزش فعلیشو حساب کنیم. حالا باید اول پس ما اولین کاری که میکنیم چیکار کنیم؟ فرآیند مالی رو بکشیم. خب فرآیند مالیشو بریم شکلشو برداریم بیاریم. این شکل فرآیند مالیش بوده. ببینید که از توی سوال میشه اینو فهمید. حسابی ساده تر از هندسیه. هر کجورش این صافیه خودشو داریم. آره راکت این کارش این بوده. گفته تو 4 سال اول $100 بعد گفته از سال 4 به بعد چند تا؟ 50 تا 50 تا اضافه میشه. یعنی سال 50 سال 50 6 200 250 و 300. حالا جی چند میشه؟ 50 جی که جی برای 4 سال دوم یا 4 سال 50 ثابته. برای اولی که مثلا باید حساب کنم جی نداره. برای شروع نه نه سال 50 بعدی میشه چی؟ 200. 50 تا 50 تا اضافه شده. بعد این عدد حالا جی چند میشه؟ 50. میتونی حساب کنیم جی داریم یا نداریم؟ گیر کنم خودش اونجا داده 50. جی میشه 50. جی فقط برای 4 سال دوم. حالا ببینیم چی چی شده. گفته آ 100 جی خودش شده 50 بعد دو سری تقسیم کرده گرادیان سال دو در سال پنج باقی کل دنباله گفته این پنجه برای پی با جی یا پی جی حساب کنیم. ببینیم چکار کرده. انگار ما اینو داریم اینم داریم میخواییم تبدیل به یک حسابی بکنیم و یک حسابی و یک دونه ثابت. این صورت مسئله اینو تبدیل به این دوتا کردیم. ببینید درسته؟ اون ثابتش 100ه ولی از 4 سال انگار از سال 5 6 7 8 50 تا 50 تا اضافه میشه. پس انگار میشه بعدی میشه 50 میشه 100 150 200. پس اگه اینجا بود چند؟ 300. اگه اینجوری بود نمیشد حلش کرد. پس این میشه یک مسئله. این هم میشه چی؟ یک مسئله. این دو قسمت رو با هم که حل کنی میشه پی کل. واضحه یا نه؟ خب ببینید نمیشه پی آ پی جی جی پنجا پی آ رو هم میشه حل کنی. اما نکنه اینجا یک سه داره یک پنج داره. چرا زب داره سه کرده؟ پی با اف آیو سه چونت چرا سه چهار نبود؟ چرا پنج نبود؟ چرا دو نبود؟ هشت سال فهم کنید به شکل. ببینید اینجا میشه پی جی. خیلی باید دقت کنید که روی اینجا نمیاد ها. رو کجا میاد؟ اینجا. این میشه پی جی. اما پی جی تو سال چنده؟ سه. این میشه F برای سال چی؟ صفر. اینش میشه حالا چند؟ صفر. پس با رابطه با چی باید درد کرده؟ با رابطه F این خاطر درد کرده. ببینیم واضحی یا نه؟ این هم که واسه ها چند جا میدید رو حالا بس بگونم که گفته حالا اونو بیاین تبدیل کنید به یک دونه ثابت تا یک مثال دیگه بازی نگید. گفته ها جنر نقدی نگیشه اینه
حالا بیاد حساب کنید که یک تا هفت سال خب نه باید محاصره حاصری سالانه میخواد اینو تبدیل بکنه به سالیانه ثابت. سالیانه؟ آها یعنی اون پی جی رو انگار بذاره بکشه روش پخش کنه انگار. ببینید این خیلی جالب بود، این 3 تا 50 تا خب این هم شده از 70-90-110 سال. میخواد همه اینا رو ورداره بگه ثابت سالانه چقدر پرداخت کنم. این دو تا رابطه یه 20 دلار که جیش داره از سال 4 اضافه میشه. خب این 20 دلار که اینجا میشه، خب باید بدونی که این میشه 20 دلار اما میاد تو اینجا افش انگار میشه پی جی رو سال چند؟ دو. بعد باید ضرب داره یک پی با اف دو هم باید چی؟ بکنی میاری اول با پی پنجا باید چیکار کنی؟ جمع کنی همش میشه یه پی. پی تبدیل با رابطه آ با این هفت آ به دست میاد. نمیدونم تونستم ببینید که تو شکل پی جی را آورده همونطور که گفتید، بعد با رابطه اف برده به پی صفر برده اول، بعد از رابطه پی صفر اول پخش کرده همه رو تا توی هفت سال گفته آی هفت سال این میشه. ببینید آی ثابتش این شد. واضح بود یا نه؟ ممنونم. فکر کنم دیگه سپاس گذاری و برتون از این محصولی اتفاق شد. خب خدا شروع میکنیم موضوعی که جلسه قبل در خدمتتون بودیم در ارتباط با پنوال کاست بود یا ای. این هفته میخواییم که گرادیان حسابی رو بگیم. گرادیان حسابی فرقش با انوال کاست اینه که خطی تغییر میکنه. انوال کاست اگه تو ذهنتون باشه اینجوری بود. بذارید ببینید. انوال کاست سالیانه ثابت بود. و دقتی که اینجا باید میکردین این بود که تو سال صفر هیچی نداشت و تو سال هشت تموم میشد. یعنی از اول تا آخر با یک میزان ثابت. حالا اگر بخوایم همین تصاعد حسابی باشه چطوری تغییر میکنه؟ حسابی جمع نه ضبط دیگه عددی میشه. مثلا فرض کنید اگه مثلا اولی باشه، مثلا فرض کنید اونجا در آورده حسابش بوده 1000 تا، اگه اولی 1000ه بعدی میشه چی؟ 2000، بعدی 3000، بعدی 4000. یک عدد ثابت. به این میگن چی؟ حسابی. ما تو بخش اول فصل، انگار بخش دوم فصل اول، فصل دو، بخش دوم فصل دو میخوایم از تصاعد ثابت، از انگار از انوال کاست به تصاعد حسابی ربطش بدیم. پس واضح شد دنبال چی میگردیم؟ حالا میریم اونجا ببینیم که چی کار میشه کرد. این اومده گفته یک شرکتی داریم، هزینه های تخمینی رو سال اول 8000 تا، خب و با افزایش یک نواخت به میزان چقدر؟ 200000 تا در پایان سال چی؟ نهم. یعنی چی کار کرده؟ میتونید بگید؟ باریکلا. یعنی میخواد ببینی که از سال اول اگه 8000 تا است، سال نهم که 200000 تا است چقدر افزایش پیدا کرده؟ اونو تقسیم بره به تعداد سالهایی که بینشه میشه مقدار ثابتی که هر سال باید چی؟ اضافه بشه. تا اینجا واضحه؟ حالا ما وقتی که اون جی رو حساب کردیم برایش میمیم یک رابطه میسازیم، بعد بر اساس اون رابطه باز پی و اف رو حساب میکنیم. واضحه یا نه؟ هر جاش که ایراد داره بگید که کمک کنم. خب حالا ببینیم اگه شکل رو کشیده که پس اومده چقدر چیکار کرده؟ از هم کم کرده دو تایی رو، تقسیم بر تعداد بینش کرده. چند تا بوده؟ 8 تا. سال نهم بوده 200000 تا دیگه. از سال اول کم کرده، تقسیم شده سال چقدر؟ 15000 تا. حالا ببینیم شکل رو کشیده.
خب این اومده این تیکرم تو شکل اگه نشون بدم این خیلی بهتر میشه. ما اینجا بذارید من اینا به صورت شکل براتون بکشم. پس ما انگار یک همچی خطی داریم. بعد ببینید الان چی شد. ما این سال چقدره؟ 8000 تا 80000 تا. سال بعدیش میشه چقدر؟ 95000 تا. تا آخر اینجا میشه چقدر؟ 200000 تا. این از دو قسمت تشکیل شده. یک قسمت 80000 تا ثابت. اون میشه پی چی؟ آ. یکی بعدی میشه پی جی جی 15000 تا اضافه میشه. پس چند قسمت میشه؟ دو قسمت. این شکله اینو میخواد بگه. این فرمولی که اینجا گفته این میخواد بگه آقا پی کل حالا شد دو تا پی، یه پی آ یه پی چی؟ جی. ما برای پی جی فرمول داریم، برای پی آی هم چی؟ فرمول داریم. یعنی ما میخواییم انگار کل آ رو آ و جی رو برداریم، به جاش چی بذاریم؟ یه پی پی توتال. حالا گفته اگر که افزایشی باشه میشه مثبت، اگر کاهشی باشه میشه چی؟ منفی. حالا باز آر هم همینجوری، ما اونجا آ بود چی؟ دو تا آ، یکی آی 80000 تا، آیا مثلا سال اول بود 80000، آیا سال دوم بود چقدر؟ 95 تا. هست 80 به علاوه چی؟ 15. واضح شد تا اینجا؟ حالا فرمول گفته، گفته اگر هر زمانی شما پی جی رو خواستیم، جی هم چی بود؟ حسابی. خب از این فرمول حساب میکنه جی ضرب داره چی؟ داخل پرانتز. واضح؟ هم جیش رو حساب میشه کرد، هم چی؟ اف جی. بعد خود جیرم که گفته چی؟ اگه میخواییم حالا تبدیل به آی جی، به آی جیش کنین، از این رابطه حساب میشه. حالا بیدیم ادامه بدیم که مسئله چطوری حل میشه کرده. فکرم باز یک مثال دیگه باز اومده گفته. گفته در جلسه اخیر که در پایان سال آینده چقدر؟ 500000 تا. تنها تا سال نهم هم بشه چی؟ 100000 تا افزایش. سپس متوقف. حالا ارزش فعلیش رو خواسته، سری سالانه، نرخش هم چی؟ 5%. شما برای هر مسئله اولین کاری که میکنید اینه که بیاین فرایند مالی رو بکشید. با چیکار کنید؟ فرایند مالی. یعنی اصلا از مسئله تشریحی ببینید به مسئله چیکار کنید؟ ریاضیش کنید، یعنی که شکلیش کنید. بعد تو از اون شکلی وقت راحت میتونید حل کنید. اگر نتونید فرایند مالی رو بکشید، یعنی که اصلا از مسئله چیزی نفهمید. خب حالا ببینیم شکل بکشیده. این شکلی بوده که اونجا گذاشته. بذارید من این شکل رو بردارم ببرم توی اون صفحه که گذاشته بود. چیکار کرده؟ گفته آقا 500000 تا در پایان سال آینده، بعدم چی؟ 100000 تا سالانه. سال اولین گذاشته چی؟ 500000 تا. سال چی بود؟ اول. بعدم 100 تا 100 تا چیکار کرده؟ زیاد کرده. تا سال چندم؟ نهم. یا چیکار کرده؟ دهم. پس اینجا حالا ببینیم باز برمیگردیم تو مسئله. ببینید چی گفته؟ تا 9 سال پس از چی؟ سال اول. تا پس از اینگار آن. آن میشه چی؟ سال اول. پس ما 500000 تا سال یک داشتیم، 9 تا
به سال یک اضافه کنیم میشه چقدر؟ سال ده. تو سال ده هی بوده چی؟ اضافه شده. حالا اگه این جیه میشه جیه مثبت، اگه قبل کم بشه چی طوری میشه؟ معکوسش میشه. یعنی مثلا میگفت که مثلا اگر همین رو بخوام با جیه منفیش در نظر بگیرم یک همچی شکلی میشه. انگار اینو میکشیم این ده سال بعد، اینم مثلا فرض کنیم توی این ده سال 1400 تا باشه، خب و هر سال چیکار بشه؟ اینجوری کم شیب مثبت. این شیب میشه منفی، اون میشه شیب چی؟ مثبت. آره. خب پس حالا گفته که ما شکل رو پس کشیدیم، شکل شده این شکل صورت مثلمونه. حالا از ما خواسته که پی رو حساب کنیم. پی توتال چند، از چند قسمت تشکیل میشه؟ دو قسمت. پی آ و پی چی؟ جی. حالا بیم حساب میکنیم. این هم اون شکل اومده نشون داده، گفته این میشه پی آ، از اینجا هم میشه چی؟ پی جی. درسته؟ خب گفته حالا اینا رو باید با هم چکار کنیم؟ جمع کنیم. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که گفته پی جی مال ثابت هاست و پی آ مال ثابته. پی جی میشه سال اولش میشه چی؟ تو سال یک باید صفر باشه، هیچ اضافه نشده. تو سال دو باید عدد داشته باشه. اگر یک زمانی تو سال یک بود صفر، دیگه این نمیشه پی جی، میشه اون یک پی به علاوه اون چی باید؟ پی جی. یعنی دو تا میشه. تو این ها عرضت مبداش خیلی مهمه. واقعی توی این شکل هم نشون داره، گفته ما پی جی رو میخواییم و پی آ با هم جمع میکنیم میشه پی چی؟ کل. پی کل یعنی که آقا درست میخوایی شکل حساب کنی، من اگه کنم این شکل رو باید براتون بکشم، این یعنی این ما تو اون شکل قبلی، یعنی ما به ما میگه که صورت مسئله ای بالاییه، خب و از ما اینو میخواد به ما بدونه که اگر من بخوام اینا رو صرف نظر کنم نداشته باشم، چه پی با اون برابره؟ نمیدونم متوجه شدین یا نه. یعنی این که این مسئله دنبال اینه که من چه پی اینجا بذارم که بقیه نباشه، چه بقیه؟ نباشه، برابر با بقیه باشه، این معادله باشه. یعنی ما میخوایم بگیم آقا به جایی که این همه سرمایه گذاری بکنی، سالیانه پول بذاری بانک، کافیه همون اول قد بذاری، تمام ضابطه این بطاره. آره. پس چی شد؟ این پی یعنی این که من همه این شکل رو وردارم، یعنی این فراینده رو تبدیل به یک فرایند دیگه بکنم که آقا به جایی که 8 سال اینقدر پول بذارم، تو هم الان چقدر بذارم که نخواد دیگه پول بذارم. گرفتیم پس ما دنبال چیم؟ حالا میتونیم باز بگیم که یک بار پی رو حساب کنیم، باز یک بار اف رو حساب کنیم. اف چی میگه؟ میگه به جایی که این همه پول هر سال بذاری، نه آقا آقا یک را سر سال ده برو اینقدر بده، میشه برابر. علت این که میگم فرایند مالی رو بکشید بخاطر اینکه کامل بدونید داره چی کار میکنید، چه تجسمی دارید. ما خیلی وقتا یک بار متن مینویسیم اما نمیفهمیم آخرش دنبال چی میگردیم. الان این مسئله دنبال اینه، میگه آقا یک شرکتی داره اینجوری سرمایه گذاری میکنه تو بانک، اگر نخواد اینجوری سرمایه گذاری کنه بخواد یک راه حل دیگه ای داشته باشه، شما چه پیشنهادی میدید؟ شما میگین که ما دو راه حل پیشنهاد داریم. یکی این که میتونه همین الان اینقدر پول بذاره، میتونه تو سال دهم اینقدر پول بذاره. واضح شد؟ خب سرفه با کدومه؟
هم محاسبه میکنیم. تو ایران با آخریه دیگه. حالا تو ایران چون که تورم وجود داره فرق میکنه بازی اینا الان نکن. این ما سیستم که داریم بر اساس سیستم امریکاس و همه چی ثابت، یعنی اصلا تورم توش وجود نه، وقتی که رکود کامل باشه. خب اومده تبدیل کرده فرمولاشو اینجا گذاشته براتون، گفته یکی پی جی و یکی هم پی آ باید باشه. خب نه این رفته تو گرادیانه ها، باز رفته فکر کنم این یکی دیگر رو داری توضیح میده. انگار تا اینجا گرادیان حسابی تبا شد. گرادیان بعدی گرادیان هندسیه. حالا هندسی چه فرق با حسابی بکنه؟ زرد زرد میشه. اینجا عدد ضرب میشه. اون عدد یک ثابت؟ اینجا ندیده. نه عدد متغیر ضرب. حالا نگاه میکنم. میشه این عدد توانیه؟ توانیه. مثلا منحنیش منحنی نمایی انگار میشه. حسابی یعنی که عدد ثابت. اون ضربه با اون ضربه فرق داره. ولی اون توانیه. مثلا اینجوری فرض کنیم. هندسی یعنی توان بده. حالا اصلا اینا رو کجا کاربرد داره؟ اصلا حالا حسابی، هندسی، محاسبه سود بکنم؟ نه صرفه اقتصادی ما توی ما اصلا چرا اقتصاد مهندسی رو میخونیم؟ اصلا خب یک بخشی از سازه میگه ببینیم اصلا هزینه نه اصلا چرا اقتصاد مهندسی ما صرفه اینکه بتونیم با کارهایی که انجام میدیم تو مهندسی با صرفه اقتصاد مالی هم اون جدا پول مثل پول بیشتر قسمتی که این روش ها رو ما داریم به شما یاد میدیم اینجا که در تمام کشورها مالیات رو تو باید بدیم، یعنی بیشترین زونش مالیات. توی مالیات درآمده، یعنی چون هرچقدر درآمد داشته باشی باید مالیات بدیم. حالا توی قسمت درآمدها ما چطوری میتونیم درآمدها رو کم نشون بدیم؟ جهت به دست آوردن درآمد خالص لازمه که شما استهلاک رو کم کنی. چی شد پس؟ استهلاک وسایلی رو که داری کم کنی. شما مثلا یک ماشین میگیری 0 کیلومتر امسال، مثلا هیچ استهلاکی ندارم، سال بعد واسیکاش باید عوض کنیم، سال بعدش تعمیرات داری، اون پولا رو میتونی از مبلغ ماشین کم کنی. وقتی از مبلغ ماشین کم میکنی درآمد خالص چی میشه؟ کم میشه. مالیات هم کم میشه. حالا این روش های استهلاک یه عالمه یه که به همه این فرما رو بر به این روش های مثلا ثابت برمیگرده، خطی برمیگرده، هندسی برمیگرده. یعنی دقیقا همه این روش ها رو ما توی استهلاک داریم. به این خاطر اگه این فرمولا رو کامل یاد نگیرید اونجا گیر میکنید. پس خواهش هم از این که برای هر کدوم از اینا سعی کنید یک مثال کامل واضح حل کنید. خب حالا اومدیم توی هندسی. گفته که انگار این هم مسئله قبلیه، هنوز فکر میکنم درسته؟ انگار قبلیه اومده گفته پی تی چی میشه؟ گفته یک منفی 8000 تا داره، بعد یک پی جی داره 1700 تا و یک 200 تا. این 200 تا چیه؟ این هم حال حسابت هست که زرد میشه. 200 تا حساب شو کردیم؟ بسیم فکر ما رو ببینیم مسئله دیگه هست. ما رو قبلیه یه؟ مال اینه؟ مال اینه. حالا بیاییم این هم بیاییم فرند مالی شد بعد جایی تو داشته. بریم فرند مالی شد کجای بریم؟ بیاییم اینو بالاتر. خب تو فرآیند مالی این اومده گفته 8000 دلار هزینه داره، 6 سالم زمان میخواد، سالی چقدر؟ 200 سال. بعد گفته در سال اول 1700 دلار چیه؟ هزینه تعمیر در سال اول و پس از آن چقدر؟ 11 درصد در سال. نه استهلاک انگار
هزینه استعلاق یعنی که کم کنی، این میشه جز یک هزینه های پروژه، یعنی که تو باید اضافه پرداخت کنی. 11% 8000 تا نه؟ آره نه دیگه 1700 تا خب؟ گفته ارزش فعلی معادل هزینه اصلاح تعمیر به صورت دستی به میزان 8% در سال تعمیر کنی. حالا ببینیم چیکار کرده. گفته اول 8000 تا، بعد 1700 تا، بعد 1700 تا ضرب داره چی؟ 11% میشه 1.1. بعد سال بعد باز این ضرب داره قبلی به توان دو رسید، به توان دو. باز بعدی چی؟ به توان سه. به این میگن هندسی. بعدیش باز چی؟ به توان پنج. تو سال چندم؟ ششم. تو سال ششم گفته آقا 200 دیگه برمیگرده. حالا این میخواد همه این فرایند رو ورداره به جاش یک چی ببره؟ پی کد. حالا این مسئله به چند قسمت تقسیم میشه؟ دو قسمت دیگه برد. سه قسمت. چرا دو قسمت؟ نا کن یه بار پی چی داری؟ آ داری. درسته؟ یا نه اصلا پی آر هم نداری، انگار یک راز دفته توی پی جی، فقط یک دیویستا اینجا داری، دیویستا اف. با رابطه اف باید بیادش به کجا؟ پی. پیش رو حساب کنی، پی اینو به پی تبدیل میکنی، اینم به پی تبدیل میکنی، با پی قبلی جمع میکنی. هرچی پایین باشه منفی، هرچی بالا باشه چی؟ مثبت. پی اول چند تاست اینجا؟ 8000 منفی. پی جی چی؟ منفی. این پی آد پی اف چی؟ مثبت. این هم که فرمولش گذاشته تو بندی. پس چی شد؟ منفی 8000 تا گذاشته، منفی پی جی گذاشته که این هم از فرمولشه، و به علاوه چی؟ اف که آورده تبدیل چیکار کرده؟ آر کرده. این ادامه قبلی فصل دو بود. سپاسگزارم از اینکه دقت کردین. تا چند دقیقه دیگه با فصل بعدی هم درس می‌خونیم.